نام خداوند بخشنده مهربان، من علی میرمیرانی هستم، با سلفی در خدمت شما. میهمان امشب ما یک مجری به نام و موفق تلویزیونیه که البته چند سالیه در تلویزیون نیست و تجربه بازی در فیلم سینمایی رو در این سالهای نبودن در تلویزیون از سر گذرونده. فکر کنم اگر به این بانوی مجری قدری فکر کنید اسمش رو بتونید حدس بزنید. تا وقتی که شما این اسم رو حدس میزنید، منم میرم با مصاحبه رو شروع کنم. سلام عرض میکنم خانم نامداری، بسیار خوش آمدید به سلفی، در خدمت شما هست. خیلی متشکرم، من به شما سلام میکنم و بعد از سالها به دوربین نگاه میکنم، به همه کسایی که دارن سلفی رو ببینن سلام میکنم، براتون بهترین آرزوها رو میکنم. یه چیزی میشه بگم؟ بله. یه چیزی که تو ذهنم همیشه بود این که هرچی من بهش فکر میکنم اتفاق میفته، خوب یا بد، نه که فقط چیز خوب. چند مدت اینجوری شده؟ چند مدت هم نمیدونم، مثلا از 25 سالگی اینو کشف کردم که به هر چی فکر میکنید اتفاق حتی بعدش، یعنی مثلا من یه روزی که یه اتفاق بد رو تجربه کردم، مراجعه کردم به یک قصه که نوشته بودم، یه قصه 200-300 صفحه‌ای که سال پیش دانشگاهیم، یعنی حدود سال 81 نوشته بودم. بعد دیدم من همه این قصه رو نیمه، یعنی بدبختیامو نوشته بودم و محقق شد و در خودم نها، یه شخصیتی به اسم تنین که تو 200-300 صفحه بدبختیشو نوشته بودم. بعد دیدم من الان همون بدبختی رو دارم تجربه میکنم. بعد الان که با شما، البته این خوشبختیه، اونگاه که گفته بودی تنهایی رو داشتین، همیشه نگاه میکنم گفتم آخه خوش بل مهموناشون، کاش من مهمونشون بودم. بعد وقتی اومدم اینجا دیدم که نه، این قدرت ذهن واقعا وجود داره. شاید که برای اتفاقات خوب مکرر محقق میشه، باید این قدرت ذهن رو به سیطره خودم در بیارم. آره، اون داستان رو مگه بهتر مینوشتید؟ یعنی یه جوری آره، دوراندیشی نکرد دیگه، از این به بعد میشینم قصه راجع به شادی ها و خوشی ها. آره، همین کارو کن، همین کارو کن اگه بتونم. ایشالله که میتونم. خانم نامداری، حالتون خوبه؟ حال ما خوبه، از همون تو باور نکن. چرا؟ نکه جمله اصطلاح. بله حالم خوبه. بله، این روزا جهان بر وفق مراد جهان، فقط اگه برای من بر وفق مراد باشه، حال من خوب نیست. دوستان جهان برای همه بر وفق مراد. برای شما چطوره؟ برای من خوبه، ولی خب به هر حال دوربرم آدمایی رو میبینم که بر وفق مراد. منظورم این نیستش که من نگران گرسنگان آفریقا هم. حالا اگر نگرانه باشه اتفاق بدی نیست، ولی نه، یعنی میخوام بگم یه جست روشن فکری نیست. ولی مثلا چند وقت پیش اتفاق داشته، مامانم میگفتم بعض گذرانه یه ایامی که حالا آدم ها توش خیلی دعا میکنن، گفتم که کاش میشد همه چی رو همه داشته باشن، همه کنار کسی که دوستش دارن زندگی کنن، همه پول به اندازه کافیشون داشته باشن و همه خوشحال باشن، همه شغلشون رو داشته باشن. اگر همه این حال رو داشته باشن، بر هم بد نمیخوان. میدونید وقت روزگاری آدم ها میخوان که همدیگر رو آزار بدن، که اون چیزی که میخوان رو احساس میکنن یکی ازشون گرفته و اون وقت دنیا قشنگ نیست. حالا من خوبه، شلو حالا همه هم خوب باشه که من اذیت نکنم. شما برای کسی بد میخواید؟ خدا شاهده نه. چی حالتون رو بد میکنه؟ چی حالا هم بد میکنه؟ من خیلی آدم حساسیم، خیلی 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 زیاد، شاید یکم غیر عادی زیاد. بنابراین آدمی به اندازه من حساس چیزهای زیادی ناراحتش میکنه. یک کتاب نمیدونم سالها پیش خوندم، اسم نمیگذارم کسی دگمه های اعصابم رو فشار دهد، ولی متاسفانه اونجوری نتونه کسی دگمه های اعصابتان رو فشار دهد. یه همه فشار میدهند دگمه های اعصابم رو، و خب به هر ما توی جامعه زندگی میکنیم که
خبرهای ناخوب اگر ادبیاتو فشار میده. آره به خصوص برای منی که فقط نمیتونم به خودم فکر کنم، یعنی با توصیه همه آدم ها از دوست و رفیق و دکتر روانشناسی که حالا من چون تو حیطه روانشناسی کار میکنم که فقط به خودت فکر کن، ولی من هنوز دهه 60 موندم و به همه فکر میکنم، بنابراین دوگمای اعصابمو فکر میکنید چه ریاکشنه؟ آره با عملیش چیه؟ یعنی فقط قصه میخورید یا یه کار، یا مثلا میگید آخی آخی بعد میرید؟ اون کار خانمای لوسه که میگن آخی آخی. شما که لوس نیستید؟ من اصلا لوس نیستم. ببین تا اونجا که دستم بر بیاد کاری میکنم، ولی متاسفانه اینقدر در سطح کلانه که دست من خیلی کاری بر نمیاد، بنابراین من میگم آخی آخی. شما جزء خانمای لوس میشید؟ نه من لوس نیستم، ولی خب قصه میخورم دیگه. خیلی میگم توصیه دریافت میکنم که او بی خیال، بعد به خودم فکر میکنم که مثلا کلن برم منزویشم، ولی اینم ازم بر نمیاد. ولی واقعا اینو جدی گفتید کلن برم منزویشم؟ اونه یه راهکار به ذهنت رسیده؟ اگه خیلی اذیتشی دوره به فکر کردم مثلا بری یه جای نه نمیتونم. ببین من خیلی جالبه علی رغم همه ادعاهام اصلا پام از ترا میذارم بیرون، بیشتر دور نمیتونم زندگی کنم. یعنی مثلا منو ببری شمال تو دل طبیعت، مثلا سبونه ی آنچنانی بستم درست کنی نافلان، بعد درست میگم برگردیم دیگه، حتی احساس کنم چه یه خبری من جا موندم. بنابراین نه من نمیتونم آدم منزوی باشم. بعد از 12 سال کار در رسانه منزوی بودن حالا نمی کنه، اتفاقا حالا وقتی خیلی خوبه که تو جمع مثلا خبرنگارها و کسای همفکری هستم که با هم دیگه دیالوگ میکنیم و قصه هامون رو با هم دیگه تقسیم میکنیم. خانم نامداری دلتون برای دوربین تنگ شده؟ برای رفع دلتنگی حاضرید چه بهایی بپردازید؟ میخوام اینم خط قرمزتون برای رفع اینجور دلتنگی ها کجاست؟ یه برنامه خوب. من توی این سالهای اخیر من 3 سال کار نکردم در تلویزیون. خب ولی مدیرانی که در تلویزیون هستن جز دوستان من بودن اغلب، برای 12 سال دم دوست پیدا میکنم. بله. اما باهاشون هم خیلی دیالوگ داشتم، گفته و کردم حالا چه تلفنی چه حضوری، ولی دغدغم اینه که یه برنامه خوب، یعنی یه برنامه پرته، ببخشید اینو میگم، اصلا قصد جسارت جهانت مثلا به شبکه خاصی برنامه خاصی اینا ندارم، ولی من همونو میخوام، اونی که مال من بود. یعنی این که دغدغه اینو دارم که مثلا طرح خودم رو داشته باشم، یه برنامه خوب با یه ساعت خوب و کنداشتر خوب. طرح موضوع کردید؟ بله، ولی خب معمولا برای شروع نمیشه اونقدر قدرتی که من در تصورمه. مثلا چی میگن؟ میگن بیا از اون ته کادر دو دور رد شو؟ نه ببین مثلا اون چیزی که من تو ذهنمه ممکنه با چیزی که تو ذهن اونهاست تفاوت داشته باشه. میگه حالا اینقدر سخت نگیر، مثلا حالا بیا اینو شروع کن، ولی مثلا اون چیزی که از من میخوان من دوست ندارم. اما این هفته میخوایم راجع به چی صحبت بکنیم؟ ما این هفته میخوایم به بررسی چندین بیماری بپردازیم که گفته میشه داروها و درمانهایی رو پیدا کردن دوستان که میتونه اینها رو درمان بکنن، یعنی بیمارانی که دچار این بیماری ها شدن دیگه نباید خیلی دلنگران باشن. ما میخوایم موضوع رو بررسی بکنیم، آیا افتاده؟ آیا واقعا این داروها و درمانها پیدا شدن یا نه؟ امشب به طور راجع به MS صحبت میکنیم. MS اگر حالا دچار این بیماری هستی یا کسی میشناسی دور براتون که احتیاج به اطلاعات راجع به بیماری داره حتما امشب ما رو نگاه بکنید. بعد یه چیزی بهتون بگم، یه کلمه به اسم شأن کاذب وجود داره که من خیلی بهش معتقدم. شأن کاذب؟ بله. در یک دوره تلویزیون برخی از مجریاش
شاید مثلا 4-5 تا بیشتر نبودن، دوچار این شأن کاذب کرد و منم جز اون 4-5 نفر بودم. شأن کاذب باعث میشه که تو هر کار نتونی بکنی. بالاخره شأنه یا کاذبه؟ ببین اگر کاذب نبود تو میگفتی که خب من مجری تلویزیونم، باشه من میام مثلا. آخه این مثلا به من میگه بیا برو خبر بخون، میگم بابا من 10 سال پیش خبر میخوندم. یا مثلا یه تاکشوی فعلا میگم بابا من این کار 5 سال پیش میکردم، بذار یه کار جدید کنم. میدونی چی میگم؟ دلم میخواد که یه کار جدید کنم، بگه من خود چرا کار کنم آخه. خودتون قاضی خودتون باشید و صادقانه جواب بدید. میزاده این نامداری داشت قبل این 2-3 سال چقدر اندازش بود؟ چقدر اون کفش به پاش گشاد بود یا تنگ؟ نظرم درست بود. درست کاملا همه چی درست بود و اگه زیر پام خالی نمی کردم به نظرم مسیر خوبی می شد. بزرگترین اشتباهتون چی بود؟ بزرگترین اشتباه هم این بوده که خب در اصلا که اشتباه خیلی بزرگ کردم که حالا نمیخوام راجعش صحبت کنم. بعد تازه یه جایی میخوندم دیدم ای چقدر درسته، میگن با یه اشتباه یه وقتایی 19 میشی، یه وقتایی با یه اشتباه 0 میشی. اون اشتباه رو من تو زندگی شخصیم کردم. من آدم اهل تعاملیم، اهل گفتگوییم، بنابراین هیچ کار سرخودی انجام ندادم. نمیدونم چیش نه واقعا نمیدونم. من حتی مثلا بعد از اینکه حالا برنامه ترکیبی کار کردم و مجری بودم، برای اینکه تجربه جدید تری داشته باشم 40 تا مستندم ساختم از خانوم ها، چون من دیگه دغدغم شده بودن خانوم ها و خیلی خانوم های عجیبی رو هم پیدا کردم. رفتم از چه نظر عجیب؟ مثلا چی پیدا کردی؟ خانوم های با ویژگی خاص، مثلا یه خانم یه کشور دیگه اومده با مرد ایرانی ازدواج کرده، با هم که رستوران زدن مثلا، تا خانمی که نمیدونم قواسه، تا برسیم به خانوم هایی که همسر شهدا بودن یا اینکه مثلا جانباز بود، یعنی همه جور آدمی. طرف پولدارترین زن ایران بود، طرف تو معدن کار میکرد. تحولاتش چطور بود اون که پولدارترین زن ایران بود؟ خیلی صریح دوست نداشت من کلمه رو در برش به کار ببرم، ولی بود دیگه، پولدار بود خیلی دیگه. خیلی خوشحالم بود که پولدار. ولی کلا میخوام بگم که من همه سعیم کردم و من خیلی تلویزیون رو دوست دارم. خب ببینید حقیقت هم اینه که من خیلی کار دیگه میتونم بکنم. این درونم کند و کاف کنید، من میتونم تو دانشگاه درس بدم، من میتونم برم کلینیک روانشناسی بزنم، من قصه بنویسم و مثلا میرم مربی ایروبیک بشم. ولی با این وجود من همه کاری کردم، ولی خب ما نشدم و دلم میخواد به تلویزیون برگردم، منتها با استانداردهایی که بهش معتقدم. یعنی به تلویزیون برگشتن به هر قیمتی نه. دیده شدن رو خیلی دوست داری؟ ببینید من وقتی سال اول دانشگاه بودم اومدم تلویزیون، خب صادقانه صحبت کنم و هی دیده شدم و هی ازم تعریف کرد. خب اوکی، برحال هستن آدم هایی که منتقدتن و این حرفا، ولی خب به هر حال مثلا 90-10. خب من از 20 یا 21 سالگی تا الان که 31 سالمه، 22 سالمه، نه 32 سالم 20 سالگی گفته، 31 سال خورده یک دو همه، این تجربه رو داشتم که من موجود تلویزیونم و مردم منو ببینم خانم داری فلان، مثلا چادرتون چه مدلیه، نبروسایت رو چجوری میبندی، برمات دوست داری فلان و اینا. شما به لحاظ روانشناسی هم بررسیش بکنی، ناخواسته میره تو خونه آدم و ترک کردنش سخته. و رفت تو خودشون
رفت تو خونه. و نکته دیگه این که متاسفانه حتی من این توی این سه سالم این تصمیم رو گرفتم، حتی وقتی من میخوام ازش فاصله بگیرم و من بگم که ببین اون شخصیت حقیقی من منم، اون شخصیت حقوقی من بود، بازم مردم شخصیت من رو اون میبینن. باور نمی کنید که در مثلا خانواده همسر من هنوز به من میگه خانم نام داری، یعنی هر به شما چی بگم؟ نه خب من میتونست کوچیکم بگم. آها، به خاطر اینکه مجری هست. یعنی منظورم اینه که منو اینطوری میپذیرن. یعنی من... که مثلا چادرتون چجوریه، گرهش چجوریه؟ نه 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 نه، منظورم نیست. ادای این کلام که خانم نام داری یعنی که اون خانم نام داری. خب با خانمات خبر داشتن هر کدوم از قبلی از بعدی؟ بله، علی‌رغم اینکه خبرم داشتم خب مشکلاتی هم داشتم. یعنی شما به خانم اولتون گفتید میخوام برای بار دوم ازدواج کنم، به دومی گفتید میخوام برای بار سوم ازدواج کنم؟ بله، خانم اولم که مشکلی نداشت، واقعا ایشون با صداقت تمام با من همکاری کرد. خب ولی خانم دومم متاسفانه مشکل پیش اومد. چرا؟ نه، بعدش قضیه مادی شد اصلا. یعنی چی؟ یعنی ایشون مثل خودم فکر نمی کرد، مادی گرا بود. باشه، چون مادی گرا بود رفت زن سوم گرفتی؟ نه نه، واقعا یه اتفاق بود، ولی خب به همین دلیل فکر میکنم. آها، نظرم که هیچ، پس همه شون خبر دارن که داره. بعد وقتی کسی میخواست به عنوان بار سوم با شما ازدواج کنه، دو تا زن دیگه دارید و این کار نمی کنم. چقدر تو ذهن شما این باور پررنگه که من آدم رسانه و دیده شدنم، و چقدر میتونیم باور، من صحبتم اینه، چقدر میتونیم باور اساسا غلط باشه؟ برای خودم یا برای دیگران؟ در واقع امر شاید به این شاید فکر کردید که آدم مثلا مستند ساختنم در از استعداد اونم، اون استعدادم خوب، یا آدم مثلا کتابتم این استعدادم بهتره. به این فکر کردید استعدادهای دیگر شما یا استعدادهای بهتری هستند یا نه؟ من خیلی خودشیفته منوره، من خیلی استعدادهای زیادی دارم، ولی تهش متاسفانه من احساس میکنم که هیچی برام عزتش بالاتر از این نیست که من موجود دلشون باشم. ببینید خیلی ها از را چی شد همینجور یه راست اومد این تلویزیون؟ یه راست اصلا نمیدم، من رفتم تست دادم در دانشکده صدا و سیما، پذیرفته شدم و اومدم به شبکه یک، و در شبکه یک 5 سال بودم و بعد اومدم به شبکه دو. ولی میخوام بگم که ببین نگاه منفی به این موضوع من ندارم. من میگم ببین نویسنده با کارگردان کارگردانی کنه، تا فکر کنم اصلا به کارگردان بگی که خب حالا برو استعداد جدیدتو کشف کن، تو دیگه کارگردان نیستی پس از 12 سال و مثلا 20 فیلمی که ساختی، از این به بعد نویسنده شو. مورد اینجوری داریم؟ اوکی داریم، ولی من احساس میکنم که سخت، خیلی سخت. یعنی تغییر دادن فضا نیاز به تغییر دادن خودت، نیاز به تغییر دادن فضا داره. اگر مردم هم بپذیرن که اوکی دیگه این آدم آدم تلویزیون نیست، شاید من راحت تر باشم. ولی هنوزم بیرم مطب دکتر میشینم، مثلا حداقل 10 نفر با من درباره صحبت میکنن. این برامتون فلان بود، شاید الان دلم میگیر. ولی خب تهش که این قصه خوشایندیه براتون دیگه. این که مردم میشناسنتون و هی همچنان فیدبک دارن. خب مردم آکتور هم میشناسن، ولی من آکتور نیستم که، من دلم میخواد که یک بستر فراهم بشه که من کاری دیگه هم میتونم بکنم. همش حیف نگه خانم نام داری، صندلیت شکست یادش بخیر، مهمونت افتاد، چه چیزایی هم یادشونه، صندلیت مهمونت افتاد یادش بخیر، میز شیکوند یادش بخیر، فلان اینا. به خاطر همین فقط یک جنبه، یعنی واقعا مردم میگن صندلیت چه کسی، ده ها بار. برای همین من میگم که این کمک نیاز داره، یه اتفاق دو طرفه است.
که من و مردمی که باهاشون زندگی میکنم و نفس میکشم تو به تفاهم برسیم که خب این خانم دیگه موجود تلویزیون نیست. ولی من تو سرم موجود تلویزیون. آره اگر اون تفاهم قراره بیفته باز شما با خود تفاهم برسیم. آره نه من ته دلم احساس میکنم تلویزیون خونمه، دوستان برگردم خونه، خیلی بده کسی از خونش بره. ترس زندگیتون چیه؟ آدم ترس نیست. نه به هر حال هر کسی در زندگی از یه چیزی احتمال داره باهاش. من هیچی باهام نمیدم. از هیچی باهام نمیدم. این خودش خیلی ترسناکه. من آدم به ترسناکه. میدونم من که میتونم قضاوت کنم. ولی که از هیچ چیزی، یکی از هیچ چیزی اگه نترسید خانم نامداری ازش بترسید. قازم بترسین به من زبان مثلا تنشیدی که نه نمیترسم بخوام نمیترسم دیگه هرچی میشه بزنشه هرچی میشه بزنشه توی این فضای سایبری مثلا آماج حملات لفظی مردم قرار نگرفتیم والا من اگه میشه همچه چیزی کسی پیدا میکنی بعضی ها میگن الان کم بوده یا نه قرمشون رفتن نه اصلا ریاکشن نداشتن بهش. خب ببینید آدم هایی هستن که خیلی با موج حرکت میکنن مورد مثلا در واقع نقد حتی من محترمانش رو بگم قرار نمیگیره. خب این نقد نیست اون چیزی که تو اون فضا اتفاق میفته کسی شما رو نقد نمیکنه فحش میده مثلا محترمانش رو بگم چرا من در یک دوره این اتفاق برام افتاد و منجر شد که من صفحه اینستاگرام رو ببندم چون من اصلا اهل فضای مجازی حتی مثلا من هیچ نمیدونم تویت نمیدونم فیسبوک هیچی نداشتم. صفحه مجازی هم به این جهت برمیدونم که من بسیار به عکس و نوشته علاقم اصلا من به کلمه من برای کلمه میمیرم اصلا پاشنه آشیل من کلمه شعر موزیکه هر کی میگن یه پاشنه آشیل داره من از کسانی که با کلمات بازی میکنم و کلمه بلدن خوشم میاد و دوستانم باشون حرف بزنم و صفحه اینستاگرام فرصت رو به من میداد که بتونم مثلا با مردم همه مردم هم فیسبوک ندارن که من با بدنه جامعه در تماس باشم و از عکسایی که دوست دارم بذارم و دوست دارم توش بنویسم. یه دوره این اتفاق که شما میگید افتاد و من صفحه‌ام بستم ولی بعد بازگشایی کرد صفحه‌ام باز کردم و دیگه نه دیگه. در دوره جدید چه جور عکس و اینایی میذارید معمولا؟ من خیلی رسمی با صفحه اینستاگرام هم برخورد میکنم خیلی خوب مثلا قابل عرضه در محافل عمومیه 100% یعنی مثلا یه چیز خیلی خونگی تقریبا یه خبر پخته باشید نه این مدلی نیستم نه خیلی مثلا میگم سعی این مدلی نیست یعنی قرمه سبزی خوب بلد نیستید بپزید یا عکس من همه کاری بلدم بکنم قرمه سبزی هم بلدم همه حرفای ترسناک میزنید از اصلا از کسی میگه همه کاری بلدم بکنم ما باید ترسید نه حالا که شوخیه ولی سعی میکنم که مدل خبر دادن یا ابراز همدردی خبرهای مربوط به خودتون مثل کتابتون منتشر شه چیزایی اینطوری و نه جریانات جامعه هم خب روی صفحه من اثر داره وقتی یه سری مثلا سرباز میمیرن من نمیتونم مثلا هیچی نگم یا اتفاقات سیاسی اجتماعی جامعه باستاد داره حتما در صفحه گفتید کلمه و شعر و واژه و اینا چه ترانه ای مثلا هست که با خودتون گاهی اوقات زمزمه کنید یا خیلی دوستش داشته باشید یا ذهنتون رو درگیر من روانی شعر و کلمه و یعنی خیلی دوست داری اصلا خیلی یعنی یک کس بخواد حال من خوب کنه آره با شعر با کلمه است و لذت میبرم از این که مثلا از آدمی که هوشش در این زمینه خیلی زیاده و حالا قبل گفتگو اونم بهتون گفتم خیلی اهل موزیکم خیلی اهل کنسرتم خیلی اهل شعرم و مثلا خیلی حالشون بد میشه نمیدونم چیکار کنم یا میرن
قدم میزنم نمیدونم، ولی من یک کتاب شعر بخونم، بعد تازه من میگم که به آدم های دوربر میگم که لطفا بشین گوش کن بیچاره. آه برشون شعرم شعر خوب میخونی؟ فکر میکنم خوب میخونم. آخری شعری که خوندی نکی بوده؟ اینقدر شعر بخونم آخری آخری نداره، هی میخونم. چه آخری نداره؟ هر قدرم بخونه بالاخره آخری آخری شعر. خب آخه کسی که داره باش زندگی میکنه تو میده آخری. مثلا یکی از شاعران محبوب من که خب شاعر محبوب خیلی هاست و تو صفحه اینستاگرام خیلی پیدا هاست، مثلا معاصر ما هم صرف سال من ولی من با شو آشنایی دارم، مثلا آقای فاضل نظری. اینقدر من فاضل نظری میخونم که ناخواسته کلماتش جز دایره لغات هم شده. شعر کهن چطور؟ من عاشق سعدی هم خیلی و مولانا هم یه دوره یک سیدی داشتم که با صدای احمد شاملو اشعار مولانا رو خونده بود، اون همون دوره خیلی خوب بود. خب احساس عاشقی داشتم، مولانا به تو احساس عاشقی میده با کائنات با خداوند. فال نه، ولی یک چیزی که انگار سهم تو بهم رسید و اون سهم خیلی غریبانه این بود در کف شیر نر خونخاره غیر تسلیم و رضا کوچاره. خیلی برام سخت بود، الانم ولم کنید گریه میکنم، خیلی برام سخت بود. گفتم این همه با هم عاشقی کردیم حالا ببین اینو با هم میگی؟ خیلی برام سخت بود. به خدا گفتی؟ آره، گفتم چیز مهربونتر میگفتی. شما با خودتون مهربون بودید خانم نامداری؟ این که بهش گفتم، بهتون گفتم من آدم شجاعیم و چیزی نمیترسم، با بعضی ها به نامهربانی تعبیر میکنن. به من مکه رفتم و توی مکه خب خیلی چیزا میگن اولین بار که بری از خدا سه تا چیز بخوای بهت بیده و این حرف، خب منم این رو بلد بودم. آخه میبینید ترس قریبی در لحظه ای که احساس کردم که فقط من خداییم، هیچ که نیست و سکوت محضیه و این قدرت ذهنی که از اول به تو گفتم رو اون لحظه هم داشتم و گفتم که مثلا من بگم اینو بده برگشتم داده، اینقدر احساس قدرت میگه. بعد من برگشتم گفتم خدای ازم بگیر هر چی که تو رو از من بگیر. بعد برگشتم من سه تا چیز مهم دست دادم، از چهار تای پایه صندلی سه تاش رفت یکیشون. بعد یه دوست خیلی مذهبی داشتم، گفت خدا خیرت بده، آخه مگه تو مثلا ایوبی و مثلا زینب کبرایی، تو کی که همچین دعای باقی شایی بایزید بستانی صحبت کرد. آره گفت یه چیزی بگو که در توانت باشه، یا یه دعای معروفی که حالا خیلی میکنی میگه حضرت موسی در واقع از جملاتشون ربش رحلی صدر، خدای به من سعی صدر عطا کن و یه سرلی امری و حلول اقدتم من لسانی. و این خیلی میگفتم و بازم اون دوستم به من گفت اینقدر نگو شرح صدر ادا کن، چقدر طاقت مگه داری؟ این حرف مال 5 سال پیشه ها، من مکه مال الان نیست، مال همون 4-5 سال پیشه. ولی این کار رو به خودم کردم با همون نترسیم. ولی وقتی گفت غیر تسلیم و رضای کوچاره ای، گفتم اوکی. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربون، خدای از من بگیر هر آنچه تو را از من میگیرد. سلام، شب بخیر، من آزاده نامداری هستم. امروز 22 روز از آبان 1390 و من متشکرم که شما شبکه 2 تلویزیون و جمع ما رو برای دیدن انتخاب کردید. پرونده رو دیشب باز کردیم، درباره کتاب گفتیم که کتاب میخونید نمیخونید، چه جور کتابای دوست دارید و چه دلایلی وجود داره که ما وقتی با هم دیگه میرسیم قور میزنیم، میگیم که آره مردم ایران
ایران سرانه مطالعهشون پایینه و واقعا شاید دلیل کارشناسیشو خیلی از ماها نمیدونیم. دیشب یه نظرسنجی گذاشتیم و ازتون پرسیدیم که کدومی که از این کتابهای زیر رو شما بیشتر دوست دارید و کتاب مورد علاقتون چیه. خیلی جالبه نتیجه نظرسنجی، البته من توقع داشتم چه اتفاقی بیفته. کتاب روی ماه خدا را ببوس آقای مصطفی مستور 19.5% رأی برده، من او آقای رضا امیرخانی 10.5%، دا خانم حسینی 34.6%، بامداد خوبان خانم حاج سید جوادی 35.2%، یعنی بیشترین رأی مال بامداد خمار بوده، یک رمانی که خب خیلی خوندنش و خیلی هم دوستش دارن، این سلیقه حداقل کسایی که توی نظرسنجی ما شرکت کرده بودن. خانم نامداری تسلیم و ندار و بلدید، چون بلد بودنش تهش توکل میاره. چقدر بلدید واقعا؟ روزگار بهم بلد نبود، روزگار بهم یاد داد که صبور باشم و حقیقتش اینه که الان کسی که من دارم باش زندگی میکنم همسرم، بله بله همسرم، خیلی انسان صبوریه. مثلا یه چیزی میگه مثلا که تا یک دهه اتفاق میفته، میگم فداتشم، یک دهه خیلیه. میگه همه چیز خیلی آروم و آزی، یعنی تفکرش اینه که هیچی الان که بگی که اتفاق نمیفته، همه چیز زمان میخواد، صبر میخواد. حوصله شما سر نمیره، بهتون نمیخوره که اصلا آدم یه دهه و این قصه ها نیستی. خب دارم کم کم ازش یاد میگیرم، یه ذره سعی میکنم من بهش یاد بدم، ولی خب واقعا باورش اینه که تمام چیزهای چه سیاسی چه اجتماعی چه فرهنگی همه اینا زمان میبره و خب شاید هم این کار خداست که مثلا یه کسی رو بر روی من الان و با من زندگی میکنه که اینقدر به صبوری و بردباری اعتقاد داره، اعتقاد عمیق داره. عکس روی گوشتون چیه؟ یه دختر کوچیکه خاصیه. یه دختر خاصیه فامیلی؟ نه یه دختر جدیدم، مثلا شاید دختر ایرانی. نام چرا گذاشتون؟ خوشگل دیگه. مشکله دیگه. دوستشم که یه تایی اهل مهمونی رفتن و مهمون اومدن خونه اینا هستی؟ من به سلره هم خیلی اعتقاد دارم، بسیز من خیلی کمک میکنم به حال آدم، ولی متاسفانه من خیلی دایی رفت آمدم تنگ. چرا؟ از قدیم بوده. چرا؟ شاید چون اعتمادم خیلی کمه نسبت به آدم ها و کلا من رابطه با آدم ها. نه من رابطه بیرونی برقرار میکنم، رابطه مجازی نه به معنا ها، رابطه علکی نه، ولی مثلا با دوستان فرضاً میگم بریم کافه، بریم مثلا بریم بگردیم در اون، ولی مثلا اونجوری نیستم که مثلا هم خونه یه کسی ها. همیشه هم همینطوری بودم، الان هم همینطوری هم، مثلا کسی صمیمونم که حالا مشترک داریم مثلا بیرون با هم قرار بذاریم، الان هم که مد شده فک فامیل با هم کار میکنم. میخوام مثلا چی بیرون قرار میذارید با فک فامیل؟ نه مثلا فک فامیل میخوام فرسن افطاری بدن بیرون میدن، اغلب اینطور شده. مثلا سر سال تحویل من این تجربه رو داشتم، مثلا سفره هفسینتون تو رستوران محل هفسین که آخه دو نفره است، ولی مثلا یه دفعه یه جایی رو به جلو که همه میان هم دیگر میبینن و عیدی میدن و ما این پدیده خیلی چون آشنا نیستم که بازو بالدار یه جایی رو اجاره میدن همه میان جو هم دیگر می تموم میشه قالشون میکنن میرن. آره همه میرن سفر. خسته نباشه، شما دوست دارید این برمشون؟ راست بگید، گاهی نیاز پیدا میکنم به این نه ها، به اون سله رهنه، به اون رفت و اومده دلم تنگ میشه، ولی منظورم اینه که به هر حال من آدم خیلی رفت آمده نیست. گفتید اهل کتاب و کتاب خوندن هستید، حالا آخرین کتابی که خوندی چی؟ نه بگم میگید خیلی خوندم یادم میره گوشت و اینم چه کاری. نه یک کتاب به مخاطبی که الان شما رو میبینه معرفی کنید، پیشنهاد آزاده نامداری برای اینکه اونو من اگه نتونم چه؟ یک
کتاب معرفی. دلیل دارم برای که تعدادشو بیشتر کنیم میتونی؟ نه بهشون کتاب شعر پیشنهاد میکنم، مجموعه اشعار آقای فاضل نظری، زد آنها، غیر از آقای فاضل نظری شعر آقای بهمنی، فیضان مشیری، حمید مصدق. آره ولی شما آدم معرفی کردید تا کتاب معرفی نکرد. خب بریم اگه کتاب اینا رو بخوایید. آره مثلا تو اینا هم کتاب مختلف داریم، فضاهایی داریم. چون یه کتابی هست، ببخشید اومدم تو کلامتون، فکر نکنم کسی حوصله کنه بخونه، یه کتاب دو جلدی تو شما حتما خوندید، آنا کارنینا. آنا کارنینا های لوتورسی قدرش هم هینشون میدید. آره بخوام بگم میدونم که کسی در این دور زمان حالا حوصله خوندن آنا کارنینا نه، ترجیح میده مثلا فیلماشو ببینه، ولی من کتاب بسیار دوست می‌دارم و برای من یک حالت مثلا درمانی داره، یعنی مثلا بخوام فکرم رو از یک جایی منحرف کنم اون دو جلد رو شروع کنم بخونم حواسم پرت میشه. اگرچه من آدم رمان خونی نیستم کلن، من به کتاب به چشم مثلا ماژیک میکشم، بعد نوت برمیدارم ازشون نگهداری میکنم، به کتاب ها این شکلی نگاه میکنم، خیلی نگاه تفن وقتشون نمیکنم، تماوری میکنم، هایلایتشون میکنید. بله وقت اون هایلایت ها من مینویسم یه جایی، چون که احساس من وقتم تلف میشه. لاغل هر رمانی که تا حالا خوندم یه جوری اگه کلماتشون لوت مثلا دوست داشتنشون برمیده. سال آخرم اینه که بزرگترین حسرت آزاده این هم داری و بزرگترین هم بزرگترین حسرت میشه به حسرت و خیال تبدیل کنه و پهلو نزنه به آرزو. نه میدونی چیه، من یه زمان آرمان داشتم، آرمان با آرزو خیلی فاصله. الان آرزو یعنی آرمانی دیگه نه، دارم سعی میکنم که کوچیکتر فکر کنم، به خونم فکر کنم، به همسرم فکر کنم و به زندگی. بنابراین توی زندگی آرمان نمیذاره کوچیکت میکنه، یعنی روحتو میاره توی خونه. ولی قبل اینکه این زندگی مشترک داشته باشم من به آرمان فکر میکردم، ولی یک به جای حسرت میکنم خیال. من خیلی اهل خیالم، خیلی زیاد خیال غیر ممکنم اینه که زمان 10 سال به عقب برگرده. همون اسمشو عوض کردی میشه بهش حسرت هم گفت. خیلی بهش فکر میکنم، خیلی با میگم که آه اگه 10 سال قبل برخون نمیشه. امیدوارم 10 سال افق پیش روی شما افقی باشه که لذت ببرید درش و جاش حسرت نداشته باشید. سپاسگزارم که به سلفی آمدید. من خیلی سلفی باز نیستم و خوشحالم که در برنامه سلفی بودم و همطور که اول برنامه گفتم گفتگو کردم با آقای میرانی برام خیلی احساس خوشایندی بود. قبلا فکرم آخر چی میشه چه سوالی بپرسم ترسناک بود، ولی الان دیدم که نه خیلی همشون ریلکسن. بعد اینکه خوشحالم که بعد از 3 سال که با دوربین حرف نزده بودم این اولی گفتگو این بود، خیلی صادقانه بود. ببخشید اگر که چیزایی گفتم که بعضی دوست ندارن یا خوششون نمیاد، لطفا نقدم بکنید اشکال نداره، ولی اصلا قضاوت نکنید دیگه. اینکه خوش گذشت خیلی